با وجود گذشته 62 سال از این واقعه هنوز یاد و مرام شهید نواب صفوی در اذهان ملت ایران زنده است. در شهر من مردی آرمیده است که با گذشت 62 سال از شهادتش همچنان الگوی انقلابیون آزادی خواه است. اون وقتی که ایشون آمد مشهد 15 سالم بود، به شدت تحت تاثیر شخصیت او قرار گرفتم. در 14 سالگی با راهپیمایی علیه بی‌حجابی و سخنرانیش علیه حکومت پهلوی مبارزات انقلابیش را آغاز می‌کند. در خیلی از صحبت‌های سخنرانی‌های شهید نواب شرکت کردم. شخصی شجاع، صریح، با نطق بسیار زیبا و جالب و جذاب. در ابتدای دهه 20 نواب صفوی کتک خوردن یک کارگر ایرانی توسط مهندس انگلیسی را تاب نیاورده و پس از اعتراض تحت تعقیب پلیس قرار گرفته و راهی نجف اشرف می شود. کسروی به عنوان یک عمال رژیم طاغوت میاد مستقیما به ارزش‌های دینی و اسلامی حمله میکنن و اینجا شهید نواب از نجف اشرف که مشغول درس حوزه بودن با اجازه علما میان ایران، ابتداعا بحث و گفتگو میکنن با کسروی منحرف و بعد اون رو از پای در میارن. همینجا میشه شکل گرفتن فدایان اسلام. مبارزه با استعمار و تشکیل حکومت دینی از اهداف گروه فدایان اسلام می شود. در طول سالهای 24 تا 34 5 عملیات گروهشون انجام دادن. در سالهای پرتنش دهه 30 در کنار آیت الله کاشانی و مصدق باعث ملی شدن نفت می شود. می خواستن اقدام کنن برای ملی کردن صنعت نفت. رزما را در یه نطقی گفت ایران لوله‌ای نمیتونه بسازه، چجوری میخواد نفت را اداره کنه، که استاد خلیل طهماسبی مسئول اعدام انقلابی رزما را شد. رژیم پهلوی که روحیه استعمار ستیزی و انقلابی فدایان اسلام را تاب نمی آورد، نواب و 5 نفر از یارانش را دستگیر و در 27 دی ماه سال 34 به شهادت می رسانند. امیری، خبرگزاری صدا و سیما، قم.